در جواب اون عزیزی که برای من نوشته، من 2-3 سال توی مسیر هیلینگ هستم و شفا هستم و هنوز خیلی موقع عصبانی میشم، خیلی ناراحت میشم، چرا من شفا پیدا نمی کنم؟ سوال اینه. یه نکته به جایی که جواب خودشو توی پیام بدم، گفتم اینجا تو استوری بدم که به این نکته خیلی کوچیکی اشاره کنم. اگر جورنال میکنید، میتیشن میکنید، ورزش میکنید، روی سلامت روح و روان و جسم و قلبتون کار میکنید، به این فکر کنید در مسیرتون، اینی که تمام یادگیری ها، تمام ابزارهایی که ما استفاده میکنیم که به اصل و منبعمون بیشتر و بیشتر وصل شیم و بهمون کمک کنه تو مسیر شفا، این ابزارها مثلا مدیتیشن، مثلا دویدن، مثلا مشاوره رفتن، اینا همش ابزار تولزه، آگاهیه که فرمایی مختلفی به خودش گرفته. اینا رو استفاده میکنیم که زمانی که در ناآرامی هستیم، discomfort، یعنی از منبع جدا شدیم، از یک پارچگی جدا شدیم و در ناآرامی هستیم، در مقاومت و کلنجار هستیم، زمان اون رو بیشتر بهش اشراف بده کنیم و فاصلش رو کمتر کنیم. به معنی این نیست دیگه خشمگین نمیشیم وقتی شفا پیدا میکنیم، وقتی در راه بیداری هستیم. به معنی این نیست که دیگه غمگین نمیشیم، دیگه دیسکامفورت، ناآرامی ایجاد نمیشه، ولی زمانی که توش میمونیم و بیشتر بهش اشراف داریم. اگه من قبلا چگرد میشد ماشه احساساتم و خشمگین میشدم و روزها توش میموندم، الان فاصلش اینه که به محض اینی که ماشه احساساتم، غمگینیم، خشمگینیم، هرچی که هست، استرابم، استرسم، هرچی که روی سر میاد، میگم من اون قسمت شرطی شده مغزم، اون قسمت ترسم، اون قسمتی که بدن میخواد بقا پیدا کنه، نیمکره سمت چپم، اون الان ماشش کشیده شده و من بهش اشراف دارم. و فاصله بین اینی که خودم رو آلاین کنم، یک پارچه کنم با اصلم، فاصلش رو کمتر کردم. میدونم چقدر نیاز داره تو این غم بمونم و ازش درس بگیرم و الان نیازه که تو این استرس بمونم یا نمونم. فاصلش کمتر میشه. این ابزاری که استفاده میکنیم فقط به ما کمک میکنه که آگاهتر بشیم بر این احساساتی که ماششون کشیده میشه، نه اینکه دیگه اتفاق نمیافتن، همیشه اتفاق میافتن. فقط اون لحظه که یه قدم عقب میریم و از اصلمون جدا میشیم، فقط واسه اینه که اون آگاهیه و این ابزار واسه اینه که ببینیم چقدر اون عقب میمونیم، چقدر نیازه، چقدرش آگاه هستیم که نیاز داریم اینجا بمونیم یا میتونیم ازش بیرون بیایم، در چه زمان و فاصله ای. ما دو بعد تضاد و زمان، آگاهی در تضاد، یعنی سیاه و سفید، پیر و جوان، روز و شب، در تضاد خودش رو، این کشمکش تضاد آگاهی خودش رو وسعت میده. و از بعد زمان، پشت کار در زمان، کانسیستنسی، از بعد زمان استفاده میکنه که خودش رو وسعت بده آگاهی. و من از بعد این فاصله که زمانه و تضاد بین سنگینی و سبکی استفاده میکنه به معنی اینه که خب ما هم فرمی از آگاهی هستیم دیگه. آگاهی به فرم انسان در اومده، خداوند، پروردگار، هوش، کیهان، طبیعت، بینگ، اسمش رو نمیدونم چی میذارید. من تو پیجم آیس دارم، افراد مذهبی دارم، هر چیزی که اسمش هست به این فرم در اومده که خودش رو ببینه، خودش رو گسترش بده. و استفاده کردن از بعد تضاد و بعد زمان، مثلا مثالش الان من توی اومدم ورزش، ورزشم الان تموم شد، نگاه میکنم میبینم مثلا توی این کاری که توی یه دونه از ستایی که دارم میزنم، میخوام تمرکز کنم روی این نقطه قرمزی که جلومه و میگم تا 15 دارم میشمارم. دفعه اول تا مثلا 3-4 که میشمارم دیگه ذهنم پرت میشه. بعد از تمرین، پشت کار، بعد زمان و کانسیستنسی، کم کم میرسونمش به اون نقطه، به اون عدد 15، و همینجوری که من میتونم به این نقطه خیره باشم و تمرکز رو تمرین کنم. این تمرین تمرکزه. و از بعد زمان استفاده کنم و
هر موقع قبلا نگاه میکنم اینم ای من تا 3-4 که میشمارم یه قدم میرم عقب میفتم تو فکرهای دیگه. میتشه که میکنم 5 دقیقه که میتشه میکنم ذهنم عوض میشه. تمرین های این شکلی واسه اینه که ما ببینیم چقدر قدم عقب میریم و چقدر زمان میکشه که ما برگردونیم خودمون رو به یک پارچگی، به اون چیزی که بهمون کمک میکنه، به اون چیزی که بهمون کمک خدمت میکنه. انرژیش انرژی خدمته. اون عزیزی که برای من نوشته من توی مسیر هستم و هنوز خشمگین میشم، غمگین میشم، فاصله رو باید نگاه کنی، نه اینکه این اتفاق میفته یا نه. فاصله ای که چقدر طول میکشه که من برگردم به یک پارچگی و یگانگی که به من و دنیای اطراف من خدمت میکنه، در هر کسی هم متفاوته. به معنی اتفاق افتاد، باید بدن تو از تضاد استفاده کنه، باید در این غم، خشم، ناراحتی و و و هر چی که هست بره درسشو بگیره برگرده، درسشو بگیره و برگرده. ولی اون فاصله رو باید نگاه کنی و با ابزارهای مختلف و پشت کار داشتن درش، ورزش، مدیتیشن، جورنالینگ، کتاب بیداری و داشتن یه سپورت سیستم، یه گروه حمایتگر که تیم با داشته باشین. از تو پستایی که میذارم این هفته میتونین تیم درست کنین و همه اینا ما میتونیم اون فاصله رو بیشتر و بیشتر تمرینش کنیم و تمرکز رو توش تمرین کنیم و باونس بک کردن، برگشتن رو، سرعتش رو به اونی برسیم که میخواییم.